خریدن عروس هلندی بسیار هیجان انگیز و خوشحال کنند است چون این توتی ها بسیار باهوش و دوست داشتنی هستند اما خریدن یک قفص مناسب هم برای این توتی های بامزه بسیار اهمیت داره که برای پرنده یک محیط امن و سالم رو ایجاد کنه همچنین یک فضای بزرگ با امکانات زیاد اونها رو به شدت سرگرم و فعال میکنه اکثر افراد وقتی میخوان اولین پرنده خودشون رو بخرن قفس رو هم از بین قفسهای های همون فروشنده انتخاب میکنن و بیشتر به فکر کاهش هزینه ها هستن و یک قفس ارزان با کیفیت پایین میخرن اما بهتره که در مورد قفص و ابعاد و امکانات و اون اطلاعات داشته باشید پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید چنل جوجو و خاندان رو سابسکرایب کنید و زنگوله چنل رو فعال کنید راستی لایک و کامنت هم یادتون نره سلام دوستان من عاطفه هستم به چنل جوجو و خاندان خوش اومدین روز هلندی ها نیاز به فضای نسبتا بزرگی دارن به همین دلیل سعی کنید قفس بزرگ تهیه کنید هرچه قفسشون بزرگتر باشه بهتره البته اگر پرنده شما مثل پرنده های من اکثرا بیرون از قفس هستن قفس کوچیک هم قابل قبوله برای یک عروس هلندی تنها نباید ابعاد قفس از 60 سانتی در 60 سانتی متر باشه. در طبیعت عروس هلندی اکثرا بر روی زمین و از دانه علف ها تغذیه میکنه. به همین دلیل بهتر قفس کف بزرگی داشته باشه. پرنده شما قراره بخش بزرگی از وقتش رو درون قفس سپری کنه به همین دلیل توجه به کیفیت و اندازه قفس و کمی بیشتر هزینه کردن میتونه محیط بهتری برای پرنده ایجاد کنه دقت کنید که قفس عروس هلندی ها فاصله بین میله ها نباید از یک الی یک و سانتی متر بیشتر باشه چون باعث میشه که پرنده سرش رو از میله ها بیرون بیاره اگر بیشتر از یک عروس هلندی نگه میدارین بهتره که حداقل طول قفس 75 سانتی باشه تا عروس به راحتی بتونه پرواز کوتاهی هم داشته باشه که البته قفس بزرگتر از این طول هم قطعا بهتره حالا میرسیم برای کیفیت یک قفس بهتره که هنگام خرید به کیفیت قفس هم توجه کنید و قفسی تهیه کنید که یک اوم برای شما کار کنه قفس با کیفیت از سیم های آهنی با استحکام بالا به همراه پوشش پودری غیر سمی ساخته میشن و در ساخت آنها معمولا از از پیچ استفاده نمیشه چون پیچ بعد از مدتی دچار زنگ زدگی میشه همچنین در طراحی قفص های با کیفیت امکانات زیادی برای بازی و حرکت عروس هلندی ها در نظر گرفته شده قفس‌های ارزان قیمت از سیم‌های فلزی که با اسپری رنگامیزی شدن ساخته میشن و عمر بسیار کمتری نسبت به قفس‌های با کیفیت دارند. اصولا این قفس‌ها برای ارزان بودنشونه که ساخته میشن نه طولانی عمر کردنشون. نوک پرقدرت عروس به سرعت روکش پلاستیکی این قفس‌ها را از بین میبره به همین دلیل قفس استیل یا پوشش پودری مناسب سیم این قفس ها بعد از مدتی دچار پارگی و زنگ زدگی میشن و ممکنه که خم بشن یا بشکنن که این سیم های شکسته شده میتونه به بدن پرنده آسیب برسونه و خطرناکه در قفس خوب و با کیفیت به امکانات و فضای مختلف قفس فکر شده به طوری که بهترین فضا برای زندگی پرنده فراهم شده مثلا یکی از ویژگی های قفس خوب درهای بزرگ اونه که دسترسی به داخل قفس رو راحت تر میکنه و پرنده به راحتی میتونه از اونها خارج بشه بهتره که زیر قفس یک توری هم وجود داشته باشه که اصطلاحا بهش از گیر میگن تا پرنده ها با فضله خودشون و خورده غذاهاشون دسترسی نداشته باشن و اونها رو نخورن. قفس پرنده شما حتما باید دارای قفلی خیلی خوبی باشه که فقط و فقط از بیرون باز بشه چون عروس هلندی ها هایی به شدت باهوشن و با کمی تمرین کردن به راحتی میتونن در قفس رو باز کنن همین دلیل برای جلوگیری از فرار اتفاقی پرنده باید قفل درها در مقابل باز شدن از داخل قفس نباشه و به راحتی قفل بشه. پس در انتخاب قفس پرنده های خوشگل و زیباتون وسواس به خرج بدین و یک قفس بزرگ و با کیفیت برای توتی خودتون تهیه کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر که میخواین آموزش های بیشتری در مورد عروس هلندی و توتیسانان یاد بگیرید چنل جوجو و خاندان رو سابسکرایب کنید و زنگوله چنل رو فعال کنید مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین